یعنی یه جورایی این توانمندی که بی خود درگیر محیط و دیگران اطرافیان نشن و فقط انرژیشون رو روی دستگاه و ساختارها و اینها متمرکز بکنن. و جالب به نظر میاد که آسپرگری ها باز تو آقایون بیشتره آسپرگر بودن. خب یه جورایی چی؟ جان؟ بکنید نه رتی داره بحث دیگه ای اصلا بکنید. آسپرگری ها آسپرگر در بین آقایون خیلی خیلی شایع تره و به نظر میاد که اصلا یه جورایی حتی میگن این سیستمایزینگ بودن یه جوری ایدئال میل برینه، مغز مردانه است، در حالی که یه جوری این ایدئال چیه؟ مغز زنانه است. و این تفکیکیه که بعضی ها قائل میشن. توضیح میدم. خب سوال اینه که تئوری آف مایند تو بچه ها چطور میسنجن؟ یه سری سناریو وجود داره، با استفاده از این سناریو ها میسنجن. میگن که این سلیه، اینم انه مثلا، یا مثلا این بگیم ساراست، این مثلا نم آره این خودت دوتاشون دخترم مثلا، اون ساراست اونه، اسم دخترهای دیگه بگید ها، گلیه مثلا فرض کنید. خب ساره و گلی. خب بعد میگن که سلی اومد یه توپ داشت، اومد داخل این بسکت گذاشت، پس سلی رفت آن اومد این توپه رو ورداشت و گذاشت داخل چی؟ داخل باکسه. خب بعد از بچه میپرسن که خب حالا که سلی اومد میره کجا دنبال توپ میگرده؟ ها؟ ها؟ کجا؟ میترسن جواب میدرسی جواب بدین؟ این تو 4 سالگی باید شک گرفته باشه این توانمندی شما، یعنی اگر اختلال وجود داره شک هم دارید هم خیلی مناسب نیست، یعنی ایرادی باید سریع قاطبتون جواب بدین دیگه. بچه از حدود 4 سالگی را بتونه جواب بده. تازه الان فهمید، یعنی 5 دقیقه پروسسش طول کشید خانم مجاری؟ نه نه اول خیلی خوب. یه سری از این سناریوها ساخته یه شخصی به اسم هاپه که شاگرد همین خانم اوتا فریتز بوده، انواع این سناریوها رو ساختن، هست انواع این سناریوها که بشه قضاوت کرد که آیا بچه فکر میکنه تو این لحظه که آره این سلی تو ذهن سلی چی میگذره؟ من دنبال جواب نیستم که اینجاست، بلکه منتظر میدم تو ذهن سلی چی میگذره. خب جالبه که اینه تو حیوانات هم بررسی میکنن، تو میمون ها هم بررسی میکنن. تو میمون ها وقتی که شما یه کار عجیبی بکنید یه جوری انگار چشون گرد میشه، یه جورایی مثلا اینجوری میشن، مثلا استارتر رفلکس بهش میگن، یه جورایی چی میشن؟ میگن مثلا چرا اتفاق افتاد؟ مثلا اینو به میمون نشون میدن شبیه همین سناریو رو. خب بعد سلی که میاد میره سراغ این، میبینه که سلی سراغ این بره میمونه چهارتا میشه، یا اینکه اگه بره سراغ این. خب اگه این بره سراغ این میمونه چهارتا بشه و سراغ این بره چهارتا نشه، معلومه که میمونم چیه؟ تئوری آف مایند. خب یعنی میشه قضاوت کرد که تو میمونه چیه تو ذهنش، یعنی میتونه قضاوت کنه که اونم یک موجودیه که تو ذهنش همین اتفاق میفته یا نه، یعنی قابل قضاوت در مورد میمون است. خب تو چه نگاه میکنه چقدر تعجب میکنه، طبیعتا یه سیستم اتوماتیکی وجود داره که چهره رو داره دیتکت میکنه. خب پس میشه با یه سری سناریو این شکلی تئوری آف مایند رو حتی سنجید، غیر از اون آیس تسک و فلان که وجود داره. خب بریم سراغ نورال کورلیتس آف سوشال کاگنیشن. پس پدیده رو با هم شناختیم، اجزایش رو یکم با هم مرور کردیم، اینتنشن دیتکشن،
آی شیرد اتنشن، بعد تئوری آف مایند، اینا رو با هم خورد خورد باز کردیم. تقریبا پدیده سوشال کاگنیشن رو یه سری از ابعادش رو شناختیم. خب حالا جنبه های نورالش رو ببینیم چه ساختارهایی تو این قضیه دخالت میکنه. خب نگاه کنید، اگر من بیام سه تا حالت رو با هم مقایسه کنم، یکی اینکه یک سوزنی به دست خود یه فرد بزنم، خب، یا اینکه بیام نشون بدم دست یه کسی دیگه اینجا هست دارم بهش سوزن میزنن، یا اینکه نه یه دست مصنوعی نشون بدم که به دست مصنوعی دارن سوزن میزنن. سه تا حالت، دست خود فرد، دست یه کس دیگه و یه دست مصنوعی. دیدن یه سری از نواحی تو مدیال پرفرونتال کورتکس اینجاها هست که چه به دست خود فرد بزنن چه به دست یه فرد دیگه تغییر میکنه متابولیسمش، در حالی که اگه به دست مصنوعی بزنن دیگه این تغییر اتفاق نمیفته. خب یعنی انگار این نواحی مسئول اینن که تو هر دو حالت دیگه چه به دست فرد بزنن چه به دست یک کس دیگه بزنن فعال میشه، ولی وقتی که به دست مصنوعی بزنن این احساس ایجاد نمیشه، جوری امپاتایز میکنه، یه شرایط مشابهی رو ایجاد میکنه. خب پس نواحی وجود داره که جوری این امپاتایزینگ رو انجام میده. نکنید تو نتورکی که تو این ناحیه وجود داره یه طبقه بندی میکنن. بذار من یکم این نتورک رو یکم براتون باز کنم جا بیفته، بعد بریم سراغ تیکای بعدی. نکنید ما همیشه گفتیم اینجا رو میگیم آنتریو سینگولیت کورتکس دیگه، درسته؟ روی آنتریو سینگولیت کورتکس چی میگفتیم وجود داره؟ مدیال فرونتال جایروس میگفتیم هست دیگه، یعنی گفتیم اینجا میشه مدیال فرونتال جایروس، گفتیم این پای میشه اینفریور فرونتال جایروس، میدل فرونتال جایروس، سوپریور فرونتال جایروس، اونی که توی میگفتیم چی؟ مدیال فرونتال جایروس دیگه، درسته؟ این با این تقسیم بندی میکرد. اینجوری تقسیم میکنن، میگن ما بیایم آنتریور سینگولیت رو بگیم آنتریور سینگولیت اینجا، یه ناحیه بینابینی هم در نظر بگیریم بهش بگیم پاراسینگولیت جایروس. من نشونم دادن که برودمن اریای این با این فرق میکنه، این 32 این 24. خب و بعد بیایم، خب اینو که ما قبلا میگفتیم ونترو مدیال پرفرونتال کورتکس، اما بیایم اون مدیال فرونتال جایروس رو دو قسمت بکنیم. خب بگیم دورسو مدیال پرفرونتال کورتکس و مدیال فرونتال پرفرونتال کورتکس، یعنی یه جورایی این تفکیک رو چیه اینجا قائل بشیم. خب یعنی یه تفکیک این شکلی بذاریم. به نظر میاد تو اینها اینی که من خودم رو جای یکی دیگه بذارم، حس یکی دیگه رو درک بکنم، مهمترین ناحیه‌ای که درگیره این برودمن اریا 32، این ناحیه چیه؟ پاراسینگولیت. خب فقط یه گیری وجود داره و اینه که ناحیه سینگولیت و پاراسینگولیت و اینها یک کم تو افراد مختلف و موقعیت مختلف با هم شکلش فرق میکنه. مثلا این تصویر رو نگاه کنید، خوب دقت کنید، این پاراسینگولیت الان این که کورپوس کالوزومه، درسته؟ این کورپوس کالوزومه. خب این سمت چپ اون سمت راسته، این کورپوس کالوزومه. از کورپوس کالوزوم که یکم میایم بالاتر یه شیار وجود داره، خب اینجا یه شیاری وجود داره بهش میگن کالوزال سورکوس، این همین کورپوس کالوزومه، بنفشه کورپوس کالوزومه. پس یک برش که انجا بگیریم، الان مغز رو اینجوری تو وضعیت ساجیتال زدیم، بعد برش داده تو وضعیت کرونال شما دارید میبینید، یعنی اینی که الان هست برشیه که از اینجا خورده. شما میبینید اینجا کورپوس کالوزومه، همین بنفشه است، یه فرو رفتگی اینجا هست که این کالوزال سورکوسه. خب بعد یه فرورفتگی بالاترشه که سینگولیت، اینجا می‌بینی یه فرورفتگی اینجاست، خب سرکوسه، بعد دیگه میاد نواحی بالاتر. اینجا رو گفته این تیکه رو، این فرورفتگی رو در نظر بگیریم، بالاشو بذاریم سینگولیت، یعنی این ناحیه که اینجا هست سفید اینجا، بعد فرورفتگی بعدی بالاش رو بگیریم پاراسینگولیت. خب بعد اینجا رو هم بگیم که حالا یا ساپلمنتوری موتور اریا یا سوپریور فرونتال جایروس یا مدیال فرونتال جایروس، اسم مختلف میشه گذاشت بالاش رو، ولی این پایین رو اینجوری تقسیم بندی بکنیم، یعنی بگیم این که کورپوس کالوزومه، بعد بگیم که این ناحیه پارا اینجا سینگولیت، اینم ناحیه پارا سینگولیت. ولی اگه نگاه کنید این بعد یکم فرق میکنه، این بعد اون فرورفتگی اوله هست، کالوزال سورکوس هست، سینگولیت سورکوس هم هست، قشنگ فرو رفته است. خب بعدش دیگه کاملا یه حالت یه تیکه تر داره. خب یعنی ممکنه این شکل ها در دو طرف یا تو افراد مختلف یکی نباشن، یعنی گیری که وجود داره اینه که یک کم این چین و شکنج هایی که وجود داره یک کم پیچیده است،
اینجوری نیست که مثلا کورپوس کالوزوم باشه بالاش یه تیکه مشخص باشه بگن اینجا سینگولیته، یه تیکه دیگه باشه باشه مثل اون تصویر اولی که ما داشتیم که اینقدر مثلا خوشگل باشه، یعنی بگیم کل اینجا چی سینگولیت بعد بالاش فلان. خیلی وقتا اینها تو چین و شکنج های میافتن، یکم داستان به این سادگی نیست تو آناتومی. خب تا حالا سنگ کاغذ قیچی بازی کردین؟ خب یه سنگ کاغذ قیچی بازی کنیم با هم، میزنین شما؟ آره کار نکردین، وارد نیستین، میبازین من ببازین؟ این سه تا حالت داره دیگه ها؟ درست از همونجا بیا از همونجا بازی کنیم. خب از سم چیز شما هنوز اینا نیومده بود هنوز ها دوران شما مطمئن تاثیر داره رو عاقبت آدم. خب بکنید بری بره کن برو. خب یه حالت سنگ وجود داره، یه حالت قیچی و ایشون چی کاغذ، بعد من قیچی کاغذ رو چکار میکنه میبره. و خب این سه تا حالت که سنگ کاغذه و چی قیچی، که سنگ میتونه قیچی رو بشکنه، کاغذ سنگ رو و چی؟ قیچی هم کاغذ رو. خب یه حالت این شکلی وجود داره، یه بازی این شکلی. وقتی شما با آدم رو بازی میکنید یه مقداری سعی میکنید که ذهن طرف رو بخونید، این میخواد چی بده. خب شروع میکنید خوندن. جالبه که میان این رو تو FMRI انجام میدن، شما میبرن داخل اسکنر. خب میگن سنگ کاغذ قیچی بازی کن با این چیزه، با این دو دکمه ها سنگ کاغذ قیچی، مثلا این دکمه سنگه، این کاغذ، این چیه قیچیه. خب با کامپیوتر بازی کن، با این صفحه که جلوت وجود داره. یه وقت به فرد میگن که الان داری با کامپیوتر بازی میکنی، اون مثلا رندوم اینو میده. یه وقت به فرد میگن که یه آدمی اون پشت هست داره با تو بازی میکنه، ولی تو هر دو حالتش تاثیر کامپیوتر از هیچ فرقی با هم نداره. خب ولی یه وقت هست شما فکر میکنید که این آدمه، اگه دو تا مثلا کاغذ آورده بعدیش چی میخواد بده، میدونی؟ یعنی شما میخواین خودتون جای اون بذارید، اگه من اونجا بودم چی کار میکردم. خب دیدن تو این حالت، این دو تا حالت که از هم کسر بکنید یه اکتیویتی تو پاراسینگول جایروس دارید. یعنی این اکتیویتی پاراسینگول جایروس در واقع اون حالتیه که شما میخواین خودتون جای اون آدمه بذارید. یعنی یه جورایی فکر کنین که اگه من اینجا بودم مثلا دو تا سنگ بود، سه تا کاغذ، حالا الان چی میدادم مثلا که من یه جوری بتونم بهش ببرم. و این خب خیلی خیلی جالب. یه حالت دیگه هم وجود داره که به دانشجوی پزشکی گفتن بیاین و خودتون رو یه وقتای جای دیگری بذارید، بهش میگن پرسپکتیو تیکینگ. یعنی فرض کنین که من این کارو میخوام برای فرد انجام بدم و خودتون جاش بذارید، ممکنه مثلا چه حسی بهش دست بده. خب یا حالا دیگه نه، فقط باید جاجمنت میکره، قرار نبود فقط خودش جای اون طرف مقابل بذاره. دیدن وقتی که پرسپکتیو تیکینگ میکنن باز هم یه ناحیه پاراسینگولی اکتیویت میشه. یعنی وقتی شما خودتون جایی که دیگه میذارید، میخواین از نگاه اون دنیا رو ببینید، از پرسپکتیو اون دنیا رو ببینید، بگیرین که اون داره چی فکر میکنه راجع به داستان، ناحیه پاراسینگولیتتون یه اکتیویتی جدی نشون میده. خب پس یکی از کامپوننت های اصلی این سوشال کاگنیشن به نظر میاد پاراسینگول جایروس. خب تا اینجا رفتیم. حالا بحث بعدی که بیشتر این که من خودم جای کسی دیگه بذارم، بحث بعدی اینه که در مورد چهره چه اتفاق میفته. ما قبلا گفتیم که فوزی فرم جایروس کارش این بود که چیکار بکنه، فیس رو دیتک کنه، و پارا هیپوکامپال جایروس قرار بود چی رو تشخیص بده؟ آبجکت ها رو دیگه، یه جورایی پلیس ایریا بود دیگه، پارا هیپوکامپال پلیس ایریا بود، پی پی ای بهش میگفتیم. این پی پی ای مکان ها رو، اینم چی چهره ها رو. ولی تو چهره ها چی؟ این وریانت اسپکتس آف فیسز. یعنی چی؟ جنبه که تغییر نمی کنه. خب یعنی من مثلا چهره شما رو چه خوشحاله، چه عصبانیه، چه نمیدونم خسته است امروز، فقط من میخوام این که فهم این چهره اختیاریه. اینکه این چهره اختیاریه، این فوزی فرم فیس ایریاست. خب ولی سوال اینه که اینکه امروز اختیاری خوشحاله، اینکه امروز اختیاری به چی فکر میکنه، اینکه راجب چی داره در واقع قضاوت انجام میده، به نظر میاد که ناحیه دیگه توش دخیله، و اون ناحیه سوپریور تمپورال سولکوس، STS بهش میگن. اکثر مطالعاتی که روی این انجام شده
که جنبه های در حال تغییر چهره رو دیتک کنن، مثل مثلا آی گیز و اکسپریشن و لیپ موومنت و این چیزی که تو این چهره داره عوض میشه، این چیزی که بین این چهره و این چهره فرق میکنه، یعنی بحث ویژگی های متغیر چهره. اکثرا اکتیویتی ها رو شما نکنید رو سوپریور تمپورال سورکوسه، یعنی هول و هوش چیه به نظر میاد روی سوپریور تمپورال سورکوس این ناحیه اتفاق میفته، یعنی نواحی که اونجا یه جوری میرن تو تمپورال سورکوس میرن پایین، اونجا به نظر میاد این قسمت هایی که از چهره داره تغییر پیدا میکنه اون نواحی رو دیتکت میکنه. خب بله چپ و راست. بله. خب باز تسک های دیگه هم وجود داره که مثلا فرض کنید که این رو به فرد نشون میدن در مقایسه با اینکه اینو به فرد نشون میدن. خب اینو میگن بیسلاین، میگن اگر فرد یه شیرد اتنشن پیدا کنی، من دارم به این نگاه میکنم اونم داره به این نگاه میکنه، چه نواحی اکتیویت میشه. خب جالبه اینا اومدن تو هم افراد اوتیستیک انجام دادن هم افراد نرمال، دیدن آدم های نرمال اکتیویشن های مختلفی که توی سوپریور تمپورال سورکوس دارن و یه ناحیه دیگه که توضیح خواهم داد، ولی افراد اوتیستیک اون اکتیویشن رو ندارن، یعنی وقتی که این دوتا رو به هم مقایسه میکنیم براشون فرقی نمی کنه. در حالی که وقتی شما اینو میبینید در مقایسه با اینکه اینو میبینید، این در شما یک شیرد اتنشن هم ایجاد میکنه که این شیرد اتنشن گفتم یه مقدارش تو سوپریور تمپورال سورکوسه، یه مقدارش هم توی اینتراب پریتال سورکوسه، یا اون اینتراب گفتم بهتون که ناحیه بود که اینجا یه سورکوسی بود که اینجا قرار داشتش که ناحیه پریتال رو به دو قسمت تقسیم میکرد، درسته یادتون هست؟ گفتم برای کدوم فانکشن مهم بود؟ جنبه های درک فضایی مکانی و اینها خیلی مهم بود این ناحیه. خب گفتم اونایی که دارن جاگل میکنن یا اون ناحیه دوروبره چی میشه تقویت میشه.